شاخص ترس و طمع یا Fear and Greed چیست و در بازار رمزارزها چه کاربردی دارد؟ بسیاری از تریدرها، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جامعه کریپتوکارنسی با توجه به احساسات خودشون برای معاملاتشون تصمیم گیری می‌کنند. شاخصی تحت عنوان شاخص ترس و طمع در دنیای کریپتوکارنسی وجود داره که به بیان احساسات متفاوت تریدرها و معاملگران به صورت اعداد و اطلاعات کمی میپردازه. ما امروز در این ویدیو قصد داریم با همدیگه این شاخص و اینکه چه کاربردهایی در بازار ارزهای دیجیتال داره رو بررسی کنیم. سلام، به چنل کریپتو ایجنسی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که بیننده ویدیوی ما هستید. سابسکرایب چنل یادتون نره و واسه اینکه از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر بشید رو اون زنگوله کوچیک کلیک کنید. اگه ویدیو رو دوست داشتید بدونید که با لایک کردنتون کلی انرژی واسمون میفرستید. خب بریم سراغ ویدیوی امروزمون. شاخص ترس و طمع از جمله راه و روش‌هاییه که به منظور سنجیدن نوسانات بازار رمز ارزها و قیمت مناسب اونها به کار برده میشه. نظریه‌ای که این شاخص بر پایه اون ایجاد شده اینه که بیش از حد ترسیدن به کاهش قیمت سهام‌ها منجر خواهد شد و همچنین داشتن حرص و طمع تأثیری معکوس رو بر روی بازار داره و خواهد داشت. شاخص ترس و طمع معیاریه که از سوی CNN Money به منظور اندازه گرفتن و سنجیدن دو احساس اصلی که بسیار بر روی سرمایه گذاری و روندی که بازار طی خواهد کرد اثرگذار هستن راه اندازی شده. به صورت تئوری چنین در نظر گرفته شده که این شاخص رو میشه برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بودن و همچنین سنجش مناسب ترین قیمت ممکن به کار برد. شاخص ترس و طمع رو در بازه‌های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه اندازه‌گیری می‌کنن و میزان اون هم بین مقادیر 0 که بیانگر ترس شدیده تا 100 که نشون دهنده طمع شدیده متغیره. وقتی که سرمایه‌گذاران و فعالان یک بازار می‌ترسن، با فروختن سهامشون باعث میشن که قیمت سهام مربوطه تا بازه‌ای زیر ارزش واقعی خودش هم کاهش قیمت تجربه کنه و در نقطه مقابل همین سرمایه گذاران و فعالان با خریداری میزان زیادی از یک سهام باعث افزایش ارزش اون میشن. این موضوع رو اینگونه هم میشه بررسی کرد و در نظر گرفت که با اینکه ترس شدید در شاخص ترس و طمع بیانگر نگرانی بیش از حد سرمایه گذارانه، اما به نوعی ایجاد کننده یه فرصتی برای خریداران هم هست و همچنین در زمان حرص شدید به دلیل اینکه بازار به اصطلاح نیازمند میشه، بازی زمانی مناسبی برای فروختن اون سهام برای فروشندگان به وجود میاد. در شاخص حرص و طمع 0 تا 24 نشون دهنده یه ترس شدید، 25 تا 50 بیانگر ترس، 50 نشون دهنده یه حالت خنسا و بینابین، 51 تا 74 بیانگر طمع و 75 تا 100 هم نشون دهنده یه طمع شدیده. همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم، چنین بیان شده که مبنا و پایه اندازه‌گیری این شاخص دو فرضیه است که این دو فرضیه عبارتند از ترس بیش از حد باعث معامله رمز ارزها زیر قیمت واقعی اونها میشه، حرص و طمع کنترل نشده باعث عرضه غیر منطقی و در ادامه بالا رفتن بی دلیل قیمت ارزها خواهد شد. شاخص ترس و طمع مزایا و معایب گوناگونی داره که در ادامه به بیان اونها خواهیم پرداخت. برخی از مزایای این اندیکاتور عبارتند از شاخص‌های احساسات بازار رو میشه به منظور تایید تحلیل تکنیکال و بالعکس به کار برد. اندیکاتورهای احساسات همچنین به منظور تنظیم کردن زمان مناسب سرمایه‌گذاری‌های بلند مدتی که بر پایه تحلیل‌های فاندامنتال هستن هم استفاده میشن. این شاخص به منظور تشخیص دادن زمان ورود و خروج در بازار بسیار مفید و پرکاربرد بوده. این اندیکاتور با بیان هشدار در رابطه با احساسات بازار که بر روی تصمیم گیری کاربران تأثیر گذاره
باعث میشه که زمانی که تریدرهای دیگه در حال انجام تصمیم گیری های غیر منطقی و احساسی هستن، شما جلوی وسوسه و ترس خودتون رو بگیرید. معایب این شاخص هم شامل موارد زیر میشن. احساسات بازار رو به تنهایی نمیشه به کار برد. حد اکثر ترس گاهن ممکنه باعث به وجود اومدن فرصت خرید کوتاه مدت بشه، در حالی که در موقعیت‌های دیگه حتی ممکنه نشون دهنده شروع شدن یک نوع بازار خرسی باشه. بالعکس این موضوع هم برای حد اکثر طمع وجود داره. این نکات نشون دهنده اینه که این شاخص باید با فاکتورهای دیگه‌ای هم بررسی بشه. علائم هشداری که بیانگر اصلاح‌های اساسی و بازار خرسی هستن، با احتمال بسیار زیادی از خود اقتصاد ظهور می‌کنن، نه شاخص‌های ترس و طمع. تعدادی از افراد منتقد این شاخص معتقدند که بهترین شیوه برای سرمایه گذاری استراتژی خرید و نگهداری رمز ارز و اندیکاتور ترس و طمع به نوعی سرمایه گذاران رو به خرید و فروش مداوم تشویق میکنه. شاخص ترس و طمع از سوی بسیاری از تحلیلگران و اعضای جامعه کریپتوکارنسی از مهمترین ابزارهای تاثیرگذار در بازار رمز ارزها به حساب میاد. البته منتقدان بسیاری هم داره. اعضای جامعه ارزهای دیجیتال میتونن در تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال خودشون و تصمیم گیری راجع به معاملاتشون بهره ببرن. حالا میخوایم نظر شما رو بدونیم. نظر شما در رابطه با شاخص ترس و طمع چیه؟ آیا تجربه بکار بردن و استفاده این اندیکاتور رو دارید؟ لطفاً نظرتون رو توی بخش کامنت ها برامون بنویسید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و به دوستاتون معرفیش کنید. ممنونم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.